سلام دوستان به کلاس درس خوش اومدید خب امروز میخوایم بحث در مورد ماتریس ها رو با هم دیگه ادامه بدیم و میخوایم با همدیگه یاد گرفتن جبر ماتریس ها را شروع بکنیم جبر ماتریس ها به جبر ماتریس ها جبر خطی هم گفته میشه پس جبر خطی که اسم کتابی که ما داریم در موردش بحث میکنیم هم هندسه تحلیلی و جبر خطی هست همون جبر ماتریس ها هست جبر یعنی چی؟ یعنی یه بخشی از جبر همون اعمال جبری مثل جمع و تفریق و ضرب و اینجور چیزا هستش که ما میخوایم شروع بکنیم کم کم اونا رو در مورد ماتریس ها یاد بگیریم یعنی همونطور که جمع و تفریق و تقسیم ضرب اعداد رو بلدیم بیایم جمع و تفریق و ضرب ماتریس ها رو هم یاد بگیریم اما قبل از اینکه به این برسیم یه سری چیزای ساده تری رو باید اول یاد بگیریم که پایه اعمال جبری هستن اولین چیزی که میخوایم یاد بگیریم با هم دیگه تساوی ماتریس ها هستش تساوی ماتریس خب من یه پیشنهادی دارم برای شما من یک سری اعمال جبری رو مثل همین تصاوی میخوام توی این ویدیو براتون تعریف بکنم پیشنهاد من اینه که قبل از اینکه من هر کدوم از این تعریف ها رو بگم شما ویدیو رو نگه دارید خودتون برای خودتون یه خورده فکر بکنید و ببینید از لحاظ شهودی بعد تصاوی ماتریس ها رو چطور تعریف کرد و بعد اون تعریفی که خودتون بهش میرسید رو بیایید با تعریف که من بهتون میدم مقایسه بکنید و ببینید که آیا یکی بوده یا نه خیلی از موارد میبینید که همون چیزی که به لحاظ شهودی آدم فکر میکنه باید تعریف اون عمل جبری باشه واقعا هم تعریفش هست خب تصاوی ماتریس ها فرض کنید که دوتا ماتریس داریم ماتریس ها رو ما معمولا با حروف بزرگ نشون میدیم ماتریس آ رو داریم ماتریس آ که درایه های AIJ داره و سایزش هم هست M در N و یه ماتریس B داریم که درایه هاش Bij هستن Bij و سایزش هم هست پی در Q خب برای اینکه این, که این دوتا ماتریس با هم دیگه مساوی باشن دوتا شرط باید وجود داشته باشه شرط اول این هستش که این دوتا ماتریس مرتبه یکسان داشته باشن یکسان داشته باشن یا هم مرتبه باشن منظورمون چیه به زبون خودمونی این. منظورمون اینه که اندازه این دوتا ماتریس یکی باشه یعنی تعداد سطرها و ستونهاشون با هم مساوی باشه یعنی ما باید داشته باشیم M که تعداد سطرهای A هست مساوی با P که تعداد سطرهای B هستش و N که تعداد ستونهای A هست مساوی با Q باید باشه که تعداد ستون های B هست پس اول باید مرتبه یکسان باشه چون اگر من هم مرتبه نماشه اصلا ما نمیتونیم مقایسه بکنیم اون دو تا ماتریسو که ببینیم مساوی یا نه شرط دوم چیه؟ شرط دومش اینه که درایه های درایه های متناظر این دو تا ماتریس متناظر دو ماتریس باید با هم دیگه برابر باشن با هم برابر باشن خب اگه بخوایم به زبان ریاضی این شرط دوم بنویسیم یعنی چی؟ یعنی برای یا به ازای به ازای هر آی و جی هر آی و جی باید داشته باشیم چی؟ درایه آی و اوم آ با درایه آی و اوم بی برابر باید باشه یعنی باید داشته باشیم آ آی جی مساوی هستش با بی آی جی خب قبل از اینکه من مثال بزنم از این خب مثال تصاوی ماتریس ها که خیلی واضح هستش خب مثلا دوتا ماتریس اگر داشته باشیم مثلا یک و دو و سه و پنج و یه ماتریس دیگه داشته باشیم یک و دو و سه و هفت خب این دوتا ماتریس ببینیم آیا با هم دیگه برابرن یا نه خب شرط اولو چک می‌کنیم مرتبهشون یکسانه بله هر دو تا ماتریس دو در دو هستن شرط دوم درایه‌های دوتا تا ماتریس درایه‌های متناظر برابرن با هم خب یک که هر توی هر دوتا هست درایه یک و دومشون دو سطر دوم ستون اول درایهشون سه ولی این پنج و هفت یکی نیستن پس این ماتریس با این ماتریس مساوی نیستش خب حالا اولین دومین چیز جبری که در مورد ماتریس ها میخوایم یاد بگیریم جمع ماتریس ها هستش ببینیم دوتا ماتریس رو چجوری میتونیم با همدیگه جمع بکنیم جمع ماتریس ها خب جمع ماتریس ها چطوری تعریف میشه؟ مجددا بیایید ما فرض کنیم که این دوتا ماتریس آوبه رو داریم خب, که AM در N هستش B P در Q هستش مجددا برای اینکه دو تا ماتریس بتونن با هم دیگه جمع بشن باید هم مرتبه باشن هم مرتبه باشن پس اگه مرتبه شون یکسان نباشه یا هم مرتبه نباشن اصلا جمع پذیر نیستن دو ماتریس پس M مساوی N و P مساوی Q باید باشه حالا اگر این شرط برقرار باشه ما فرض میکنیم که جمع این دوتا ماتریس رو با ماتریس C نشون میدیم که C هستش A و B. درایه هاش هم اسمش رو میذاریم سی آیو جی سی آیو جی سایزش هم یا اندازش هم اندازه همون آبه هستش چون جفتشون مرتبطشون ام در انه پس اندازه ماتریس هم ام در ان خواهد بود خب اون وقت هر کدوم از درایه های سی جمع دوتا درایه متناظر آبیه یعنی در حقیقت داریم سی آیو جی به ازای هر آیو جی سی آیو جی مساوی هستش با آی آیو جی به علاوه بی آی جی پس متناظر رو با هم دیگه جمع میزنیم میشه درایه جمع دوتا ماتریس خب قبل از اینکه یه مثال از این براتون بزنم میخوام یه عمل ماتریسی دیگه هم براتون تعریف بکنم اون هست ضرب اعداد حقیقی در ماتریسها. ها در ماتریس خب این عمل یعنی چی هستن؟ یعنی اینکه فرض کنید ما یه عدد حقیقی R داریم پس R چی هستش؟ یه عدد حقیقی مثلا دو یا منفی 5 هر چیزی یه عدد حقیقی هستش و یه ماتریس A هم داریم مثل این بالا آ که درایش آ ام در ان هستن بعد میخوایم این عدد حقیقی به آرمون رو توی ماتریس آ ضرب بکنیم خب حاصل مجددا یک ماتریس میشه که اندازهش همون اندازه ماتریس A یعنی m در n هستش و فرض کنیم درایهاش هستن دی آی و جی. خب پس اندازه ماتریس همون m در n هستش اگر یه عدد حقیقی توی ماتریس آذر بکنیم و اون وقت این دی آی جی ها چجوری به دست میان هر کدوم از این دی آی جی ها هست این عدد حقیقی آرمون ضرب در اون درایه متناظر آی, آی جی توی ماتریس A پس یعنی در حقیقت وقتی یه عدد حقیقی رو میخوایم توی ماتریس ضرب بکنیم میایم تک تک درایه‌های های اون رو میگیریم هر کدوم رو تو اون عدد ضرب میکنیم اینا این اینطوری که میخواستیم وقتی دو تا ماتریس رو با هم جمع بکنیم تک تک درایه‌های متناظرشون رو با هم دیگه جمع می‌کردیم اون چیزی هستش که این تعریف بالا داره خب بیایید دو تا مثال ساده ببینیم مثلا فرض کنید که من دو تا ماتریس دارم ماتریس اولم هست یک و, و سه و دو اینو میخوام جمعش بکنم با یه ماتریس دیگه که هست مثلا دو و منفی یک و صفر و پنج خب حاصل چی میشه؟ گفتیم که جمع ماتریس ها اول چک میکنیم هم مرتبه هستن بله هر دو دو در خب بیاید درایه های متنازه رو با هم جمع بکنیم یک به علاوه دو میشه سه هفت منهای یک میشه و شیش سه به علاوه صفر میشه سه دو به علاوه پنج هم میشود هست. پس این جمع این دوتا ماتریس هستش اندازش اندازه همون دوتا ماتریسیه که با هم جمع شدن هر درایش هم جمع دوتا درایه متناظره ماتریس همون هستش خب یه مثال دیگه فرض کنید من میخوام عدد منفی دو رو توی یه ماتریسی ضرب بکنم که اون ماتریس هستش مثلا چهار یک صفر ضرب عدد حقیقی در ماتریس چیکار که گفتیم میکنیم میایم عدد حقیقی رو تو تک تک درایه های اون ماتریس ضرب میکنیم دو در منفی دو در چهار میشه منفی هشت منفی دو در یک میشه منفی یک منفی دو در صفر میشه صفر منفی دو در دو هم میشود منفی چهار خب پس این دو تا مثال ساده از جمع ماتریس ها و ضرب اعداد حقیقی در ماتریس خب حالا که این مثال ها رو دیدید من میام از این پایین پاکشون می‌کنم چون این پایین میخوام یکی دو تا دیگه براتون بنویسم خب تعریف بعدی که میخوایم با هم دیگه یاد بگیریم تعریف قرینه یک ماتریس هستش قرینه ماتریس قرینه ماتریس خیلی خیلی ساده است تعریفش اینه قرینه یک عدد میمونه قرینه مثلا ماتریس A که M در ان هستش رو با منفی A نشون میدیم که مساوی هستش با عدد حقیقی منفی یک زب در ماتریس A خب. پس یعنی ما ماتریس آ رو میای میگیریم توی عدد منفی یک ضربش میکنیم یعنی چی یعنی تک تک درایه رو تو منفی یک ضرب میکنیم اون وقت میشه قرینه ماتریس آ خب قرینه ماتریس فایدهش چی هستش با استفاده از قرینه آ... ماتریس میتونیم تفاضل دوتا ماتریس رو تعریف بکنیم پس تفاضل دو ماتریس احتمالا چون جمع دو ماتریس رو براتون تعریف کردم دیگه خودتون حدس میزنید که تفاضل دو ماتریس تعریفش چی باید باشه خب شرط این که دو تا ماتریس رو بشه از هم کم کرد اول چیه؟ اول اینه که هم مرتبه باشن درسته؟ پس اینا همیشه باید چک بکنیم و بعد اگر فرض کنید که ماتریس A و B رو داشته باشیم اون وقت ماتریس A منهای ماتریس B مساوی می شود با ماتریس A قرینه ماتریسه به قرینه ماتریس به پس به علاوه منفی به این اعداد حقیقی که مثلا x من های y هست x به علاوه منفی y پس برای اینکه دو تا ماتریس ها از هم کم بکنیم چیکار میکنیم یکیشون رو قرینه میکنیم منفی یک رو تو همه درایاش ضرب میکنیم و بعد با اون یکی جمع میکنیم یا به زبان ساده تر تفاضل دو ماتریس چطوریه میایم یعنی تک تک درایه رو از هم کم میکنیم درسته چون وقتی اون یکی رو قرینه کردیم تک تک منفی شدن و بعد با این یکی که جمع میشن یعنی هر درایه آ رو داریم از درایه متناظر بی کم میکنیم مثال ساده کوچیک اینجا براتون بزنم مثلا ماتریس یک و دو و هفت و مثلا منهای دو منهای ماتریس مثلا سه و شیش و پنج و چهار میشود چی؟ سریع به ام بگید خب میایم این ماتریس رو قری قرینه میکنیم یعنی میکنیمش چی؟ منفی 3 منفی 6 منفی 5 منفی 4 بعد این علامت تفریق رو تفرقه میکنیم جمع پس تفاضل دوتا ماتریسمون برابر با چی خواهد بود؟ یک منهای 3 میشه منفی 2 دو. دو منهای 6 میشه منفی 4 هفت منهای 5 میشه 2 منفی 2 منهای 4 میشه منفی 6 پس این میشه تفاضل این دوتا ماتریس هم. خب حالا که اومدیم این اعمال جبری ساده رو در مورد ماتریس ها یاد گرفتیم خیلی سریع من یه چند تا از خواص این اعمال جبری رو هم براتون میگم توی یه صفحه جدید خب خواص این اعمالی که با هم دیگه یاد گرفتیم توی این قضیه یک همه اومدن قضیه یک میگه چی؟ اوز میخوام من از شعر این باید یه جوری خلاص بشم توی صفحه خب قضیه یک میگه چی؟ میگه فرض کنیم A ماتریس M در N باشه B هم یک ماتریس M در N باشه C هم یه ماتریس M در N که همه هم مرتبه هستن و A رو اس دو تا عدد حقیقی هستن مثلا آر ممکنه دو باشه اس ممکنه منفی هفت باشه در این صورت همه این خواص هشت خاصیتی که اینجا اومده برقرار هستن آی به علاوه بی مساوی با بی به علاوه اول من خیلی سری میخونمشون بعد یه خور راجبشون توضیح میدم این یعنی خاصیت جابجایی این همون خاصیت جابجایی که در مورد اعداد حقیقی داشتیم مثلا میگفتیم که X به علاوه وای مساوی با وای علاوه x هستش در مورد اعداد حقیقی در مورد ماتریس ها هم اینو داریم پس این عین اعداد حقیقی دومی خاصیت شرکت پذیری جمع یعنی a به علاوه b به علاوه c مساوی هستش با a به علاوه b به علاوه c این هم عینش رو توی اعداد حقیقی داشتیم دیگه اگه x و y و z تا اعداد حقیقی بودن عین این خاصیت رو برای اعداد حقیقی داشتیم خاصیت سوم میگه a به علاوه o مساوی o a مساوی با a هستش این او ماتریس صفر بهش میگن من فکر کنم براتون قبلا تعریف نکردم ماتریس صفر بهش میگن که همه درایه‌هاش صفر هستش همه درایه‌هاش صفر هستش مثلا او دو در سه مساوی این هستش صفر دو تا سطر داره سه تا ستون صفر 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 صفر, 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 صفر. خب و اگر این ماتریس با هر ماتریسی جمع بشه چه از راست چه از چپ خود اون ماتریس رو بهمون میده این هم عین عدد صفر توی اعداد حقیقی عمل میکنه مثلا ما داریم x بر علاوه صفر مساوی هستش با صفر بر علاوه x مساوی با x به ازای هر x خب خاصیت چهارم میگه یه ماتریس رو اگر با قرینش جمع بکنیم یا قرینش رو با خودش جمع بکنیم ماتریس صفر رو بهمون میده مجددا این خاصیت هم عین اعداد حقیقیه ما برای اعداد حقیقی هم داریم x به علاوه منفی x مساوی هستش با منفی x به علاوه x که مساوی با عدد صفر هستش پس این هم عین خاصیت مشابه اعداد حقیقی هستش این یکی میگه اگر یه عدد حقیقی رو تو جمع دوتا ماتریس سر بکنیم R در آی به علاوه ب مساوی هستش با R در آ به علاوه R در B این هم عینش رو توی اعداد حقیقی داریم مثلا اگر Z هم یه عدد حقیقی باشه Z در X به علاوه Y مساوی می شود با Z در X به علاوه Z در Y پس عین این رو هم برای اعداد حقیقی داریم اینایی که من کنارشون تیک میزنم یعنی مشابه خاصیت اعداد حقیقی هستن این یکی هم باز تو عداد حقیقی داریم اگر آر رو اس رو با هم جمع بکنیم آ علاوه اس در آ در ماتریس آ میشه آر در ماتریس آ به علاوه اس در ماتریس آ این هم پس عین خواهباس عداد حقیقی هستش و این خاصیت هفته هم مجرد دادن همینطوره آر اس در ماتریس آ پس آر رو در اس که باز یه عداد حقیقی هستش در ماتریس آ میشه آر رو در S در ماتریس ها پس این مثلا اگه اسم این رو بزنیم S در R S نشو بذاریم B R در B مساوی میشه با آر اس در آ چیکار کردم اسم S زب در ماتریس A رو گذاشتم B خب این هم باز عین خواص اعداد حقیقی هستش مثلا چی داریم داریم مثلا Z, در Y در عدد X مساوی هستش با Z ضرب در Y در عدد X این هم این خواست عداد حقیقی هستش خب نهایتا داریم عدد یک در ماتریس A مساوی خود ماتریس آهستش هستش خاصیت همانی عدد یک رو در حقیقت اینجا داره نشون میده خب این قضیه ها همطور که دیدید کاملا مشابه با خواص اعداد حقیقی هستن و اثباتاشون هم خیلی سر راسته مثلا من یکیشون رو براتون اثبات میکنم و فکر کنم بتونید بقیه رو خودتون اثبات بکنید خب کنو دوست دارید اثبات بکنیم بیایید مثلا چیکار بکنیم مثلا یک رو بیایید اثبات بکنیم با هم دیگه خب روش اثبات دقیق ریاضی چه همیشه ما میتونیم وقتی یک تصاوی داریم دوور تساوی رو دو تا اسم بدیم مثلا اسم اینو میذاریم ماتریس C اسم اینو میذاریم ماتریس D بعد با ثابت میکنیم که ماتریس C مساوی ماتریس دی هستش خب سی مساوی آی به علاوه بیه که چون هم مرتبه هستن C آی جی داریم که مرتبهش هم ام در ان هستش و سی آی جی طبق تعریف جمع ماتریس ها مساوی با آ آی جی به علاوه بی آی درسته طرف راست چی داریم؟ دی داریم که مساوی با بی به علاوه که اون هم باز سایزش M در N هستش و درایه هاش D I هستن M در N و داریم D I J مساوی B I J به علاوه A I J خب دقت کنید که این A و کوچیک اعداد حقیقی و چون خاصیت جابجایی جایی رو برای اعداد حقیقی بلدیم پس C I J مساوی با D I J درسته به ازای هر I و J درست هستش؟ خب اندازه مرتبه دوتا ماتریس C و D هم که یکیه C و D هم مرتبه هم که هستن درسته پس طبق خاصیت یا طبق تعریف تساوی ماتریس ها داریم سی مساوی دی چون هم هم مرتبن هم ترایه های متناظرشون با همدیگه مساوین خیلی راحت تونستیم اثبات کنیم که چه تقریبا بدیهی این خاصیت ولی اثبات دقیق ریاضیش به این صورت هستش همه اینا عین همین هستش هر کدوم بخوایم اثبات کنیم میتونیم سمت چپ تساوی رو اسمشو بذاریم مثلا ماتریس سی. سمت رو بذاریم ماتریس D مساوات ثابت کنیم که ماتریس C و دی هم هم مرتبه هستند و هم تک تک درایه‌هاشون به ازای هر آی با هم دیگه برابره. از همین طریق ساده میتونیم تمام این هشت خاصیت رو اثبات بکنیم. خب اینم از شروع جبر ماتریس ها جلسه بعد با یک سری اعمال جبری های انگیزتر باهاتون خواهم بود. خداحافظ.